سه فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان در یک انفجار ماین در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. این مطلب را منابع خبری به سرویس رادیو مشعل رادیو آزادی گفتند. این فرماندهان در ولایت‌های ننگرهار و کنر افغانستان مستقر بودند و به گفته منابع رادیو آزادی برای شرکت در یک جلسه مشورتی به سمت ولسوالی برمل پکتیکا در سفر بودند که موترشان با ماین کنار جاده برخورد کرد. این رویداد در حالی است که مقام‌های حکومتی پاکستان با رهبری طالبان پاکستانی برای بحث روی توافق صلح در حال حاضر مذاکره هستند. طالبان در افغانستان و مقام‌های پاکستانی در این باره تا حال واکنشی نشان ندادند. برای بررسی فعالیت این گروه در خاک افغانستان و تأثیر آن بر ناامنی‌ها در داخل افغانستان با آقای وایس ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت می‌کنیم که از آلمان از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند. آقای ناصری سلام، روزتان بخیر. با کشته شدن این افراد فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان در حاکمیت طالبان بیشتر از پیش آشکار میشه. به نظر شما کشته شدن این فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی چه ربطی به کشته شدن رهبر القاعده در کابل میگیره؟ با عرض سلام ادب و اظهار سپاس میتونن احمدی سم گرامی از محبت و دعوت شما، سلام به افکاران تخنیکی شما و بیننده های خوب شما در سرتاسر جهان. یقینا که این حوادث با هم بافت داره، ارتباط داره. حملات ماه می اپریل از طرف مقامات پاکستانی بر خاک افغانستان که ما شاهد بودیم، که در ماه اپریل تیارات نظامی پاکستان همین مناطق را که حوادث امروز سه نفر فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شد در این مناطق تقریبا بمبار کردن، که مناطق مرکزی و به حساب فرماندهی تی تی پی یا جنبش تحریک اسلامی طالبان پاکستانی هست، همچنان در مناطق کنر عین عملیات پاکستان صورت گرفت. اون زمان بود که دولت جدید پاکستان تأسیس شد و بعد از چند هفته اینا داخل اقدام شدن، به خاطر که اخطارهایی را که برای طالبان افغانستان میدادن که نباید خاک افغانستان مرکز صدور انقلاب، صدور افراطیت و صدور به حساب تهدید بر نظام سیاسی پاکستان شود. پاکستان متاسفانه احمدی سب موجود را خلق کرد بر افغانستان و به خاطر ایجاد دردسر در افغانستان که بالاخره دامن خود پاکستان را گرفت. افراطیت مذهبی و تفکر طالبانی داره اسلام آباد را تهدید میکنه. طالبای پاکستانی تی تی پی با الگوگیری از برادران طالبای افغانی خود فکر میکنن که با زور سلاح انتحار، انفجار و کشتار و وحشت و خشونت میتونن که اسلام آباد را بگیرن. بنان عین نسخه را که اونا بر افغانستان ریخته بودن بر جان خود پاکستان آمد. در رمان‌های بسیار مشهوری که در جهان نوشته شده، یک رمان هم به نام ویکتور فرانکنشتاین بود که توسط میری شلی نوشته شده بود و در 1818 او نوشته شد و یک رمان بسیار کلان و فیلم هم از او ساخته شد که یک شیمیکر و یا یک کیمیادان یک موجود را خلق کرد که بالاخره خودش و فامیلش از بین برد. این موضوع در فیلم یا رمان مشهور داراکولا هم هست که یک نویسنده هارلندی نوشته کرده بود. به هر صورت پاکستان موجود را خلق کرد احمدی صاحب که امروز به جان خودش افتاده، مدارس دینی پاکستان و این کشتاری که در مناطق پکتیکای افغانستان صورت گرفت به ارتباط با کشته شدن الزواهری در کابل نیست. پاکستانی ها آیسای برز معذرت در ادامه نظرتان، به نظر شما کیها میتونن عقب کشته شدن فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی بشه؟ اگر شما اشاره کردین به پاکستان، آیا امکان دارد که این کار استخبارات پاکستان به خاطر اعمال فشار بر طالبان پاکستانی بشه، یا فکر میکنین که رقابت های داخلی این گروه دلیل است، و یا فکر میکنین عوامل دیگه نقش داشته؟ خب اما عوامل با هم دست دادن، به این معنا که خود ساختار فکری و ساختار سیاسی نظامی این گروه ها بافتی از فکر قومی، برتری جویی قومی هست، شبه نظامیگری هست و افراطیت مذهبی است و اینا اختلافات قومی و قبایلی هم با هم دارن، رقابت های فامیلی هم دارن به خاطر رهبری جنبش تی تی پی، ولی در حقیقت ISI با CIA مشترکن. بعد از سفر آقای جو بایدن به خاورمیانه و یک ائتلاف جدید سیاسی نظامی که در منطقه شکل گرفت، پاکستان به همکاری عربستان سعودی میخواهد که اشر طالبای افغانستان و طالبای پاکستان خلاص شود. در همکاری بسیار تنگاتنگ با CIA اولین اقداماتشان
یعنی از بین بردن سران مخالفین پاکستان و امریکا بود که هر دو اقدام موفقانه صورت گرفتن. این آغاز کار است. من فکر میکنم که بعد از این ما شاهد عملات بیشتری باشیم. در ولایت غزنی هم رهبریت القاعده و طالبهای پاکستانی مورد هجوم قرار گرفتن و خلاصه هم چیزی را که آقای حکمتیار در خطبه نماز خود گفت که بعد از این ما هیچ در افغانستان هیچ رهبر مخالف امریکا و امان نیست. من میگم رهبرای مخالف دولت پاکستان هم دیگه در افغانستان امان نیستن. آقای ناصری باز منظر چون فرصت کم است، طی حدود یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره، امنیت هنوز دغدغه مردم است. انفجاراتی که داعش مسئولیتش در روزهای گذشته به عهده گرفت، حضور رهبر القاعده در پایتخت افغانستان و حالا هم کشته شدن فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی، آیا به نظر شما جامعه جهانی و کشورهای منطقه با وجود این واقعیت امنیتی در افغانستان بحثی برای به رسمیت شناختن این گروه دارن حالا دیگه؟ هرگز. اگر تا دیروز کشورهای منطقه و بعضی کشورهای رقیب ایالات متحده آمریکا دل خوش کرده بود که با طالبان میتونیم کنار بیاییم، با موجودیت الزوایری در کابل و رهبریت القاعده و دیگه گروه های تروریستی این موضوع کاملا منتفی هست. من فکر میکنم بجای طالبای افغانستان و رهبریتشان شاید گروه جدیدی در حال شکل گیری باشه از درون خود طالب ها، در اختلافات سیاسی فکری و رقابت قومی که در میانشان است. و فکر میکنم گروه اصلاح طلب و گروه معتدلی که در میان طالب ها هست همکاری کشورهای منطقه را هم به دست بیارن و یک جنگ قدرت در افغانستان میان طالب ها در خواهد گرفت و بعد از این طالب ها و این امارت اسلامی را که اینا اعلان کردن هرگز به عنوان یک دولت رسمی در افغانستان یک تحلیل کوتاه در آخر میخوایم از شما داشته باشم. به نظر شما آینده گروه طالبان بعد از این که یک سال فرصت حاکمیت را از دست دادن چی هست؟ آیا همچنان حامیان داخلی و خارجی قوی خواهد داشتن با این وضعیت؟ طالب ها در یک سال ثابت کردن که شایستگی نظام ساختن، حکومت کردن، اداره افغانستان و عرضه خدمات را ندارن. نه بیرق ملی دارن، نه هویت ملی دارن، نه سرود ملی دارن، نه قانون اساسی دارن، نه تشکیل یک نظام کردن، نه تفکیک قوا کردن، نه تقسیم قدرت کردن، نه کار به حالش سپردن و نه تونستن که به مردم افغانستان تامین امنیت کنن و عرضه خدمات کنن. خلاصه طالب بر حکومت کردن متاسفانه خلق نشده بود. طالب که وقتی سلاحش از سر شانش بردارین دیگه هیچ معنا نداره. طالب یعنی یک معنای مفهومش جنگ، کشتار، وحشت، خشونت و تعدید. صدور انقلاب به کشورهای دیگه و ادامه جنگ و ناامنی و مامن ساختن و مرکزیت افغانستان به عنوان صادر کننده ترور و تروریسم، یعنی وظیفه طالب است. بنابراین همه کشورهای جهان و منطقه با هم شاید متحد شوند که حکومتی به نام امارت اسلامی نباید در افغانستان ادامه حیات داشته باشد. تشکر از تحلیل شما آقای وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان که دیدگاه خود در مورد وضعیت امنیتی افغانستان بیان داشتند. روزتان بخیر، موفق باشید.